دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی روز جمعه اعلام کرد نلسون ماندلا از روحیه بسیار خوبی برخوردار است و وضعیت سلامتیش تثبیت شده. ماندلا چهارشنبه گذشته بر اثر عفونت ریوی بار دیگر در بیمارستانی بستری شد. رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی در ماه دسامبر گذشته نیز به دلیل مشابه 18 روز را در بیمارستان گذرانده بود. یک شهروند آفریقای جنوبی میگوید تمام دنیا در انتظار اوست، امیدوارم به زودی به جمع ما بازگردد. زنده باد ماندلا. دیگری میافزاید میخواهم که به سرعت سلامتی خود را باز یابد، او برای ما خیلی زحمت کشیده، او اسطوره است، به لطف اوست که امروز آزادیم، در صورتی که بمیرد ممکن است خیلی چیزها با او از بین برود. و این خانم هم تاکید دارد که او قهرمان بزرگی است و مبارزی توانا، حتما خوب خواهد شد. باراک اوباما نیز ابراز امیدواری کرد که وضعیت جسمانی نلسون ماندلا رو به بهبود رود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت همه بر این حقیقت اذعان داریم که مردم آفریقای جنوبی هر چه دارند از او دارند. او الهام بخش بسیاری از ما در قاره آفریقا و اقصی نقاط جهان بوده و هست. وقتی به دنبال شخصی باشید که تمام ویژگی‌های یک رهبر را داشته باشد، اولین نامی که به زبان آورده می‌شود نلسون ماندلاست. ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی به خاطر مبارزه با رژیم آپارتاید 27 سال زندانی کشیده. او 94 سال سن دارد.